دیدار هیئت پارلمانترهای آلبانی با خانم مریم رجوی. ادی پالوکا نایب رئیس پارلمان آلبانی: نه تنها ما در پارلمان، بلکه عموم مردم آلبانی از حضور مجاهدین در اینجا خوشحال هستند. ادموند اسپاهو نماینده پارلمان آلبانی: شجاعت و اراده و پایداری شما یک نمونه تاریخی است. گریدا دوما نماینده پارلمان آلبانی: شما ارزش‌های اصیل انسانی در اسلام را احیا کرده و علیه اجبارات مذهبی به پا خواسته اید. فعالیت‌های کانون‌های شورشی: اهواز، چهارشنبه 14 آذر 97. ادامه اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد. گزیده ای از 23مین همیاری ملی با سیمای آزادی. برگزاری اجلاس شورای امنیت درباره آزمایش جدید موشکی رژیم. سفیر فرانسه در سازمان ملل: این جلسه ای مهم، ضروری و مفید بود. پرتاب این موشک با قطعنامه 2231 شورای امنیت ناسازگار است. موضع‌گیری‌های سفیر انگلستان و سفیر هلند در ملل متحد در محکومیت آزمایش موشکی رژیم آخوندی. جرمی هانت، وزیر خارجه انگلستان: ما از شورای امنیت ملل متحد خواسته ایم تضمین کند رژیم ایران این فعالیت‌ها را که مخالف تدابیر کلیدی این شوراست متوقف کند. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در ملل متحد: جامعه جهانی نمی‌تواند هر بار که رژیم ایران به نحوی فاحش قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده می‌گیرد، چشمان خود را بر روی آن ببندد. برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا: با توجه به برنامه موشکی گسترش یابنده رژیم ایران، توطئه بمب‌گذاری در پاریس و توطئه سوء قصد در دانمارک، درک فزاینده‌ای در کشورهای اروپایی وجود دارد که باید به این تهدیدات بپردازند. جلسه پرتنش مجلس رژیم بر سر لایحه پیوستن به CFT. واگذاری این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ناتوانی مجلس در رفع ایرادات 22 گانه شورای نگهبان ارتجاع. متشکرم. خب اگه اجازه بدید کمیسیون هم نظرشو بده. کمیسیون آقای 79 نیست. کمیسیون از راند نایب رئیسی داریم. ببرمه قرار داده امضا کنیم دیگه نمیتونیم به نیروهای مقاومت منطقه کمک کنیم. دو، این عقد قرار داد باعث خود تحریمی میشه.
استعفای جمعی 18 تن از اعضای مجلس ارتجاع از استان اصفهان در اعتراض به بودجه سالانه دولت آخوند روحانی. بحران رأس نظام بر سر مقابله با خیزش‌های اجتماعی. دیدار هیئت پارلمانترهای آلبانی با خانم مریم رجبی. ادی پالوکا، نایب رئیس پارلمان آلبانی: نه تنها ما در پارلمان، بلکه عموم مردم آلبانی از حضور مجاهدین در اینجا خوشحال هستند. ادمون نسباهو، نماینده پارلمان آلبانی: شجاعت و اراده و پایداری شما یک نمونه تاریخی است. گریدا دوما، نماینده پارلمان آلبانی: شما ارزش‌های اصیل انسانی در اسلام را احیا کرده و علیه اجبارات مذهبی به پا خواسته اید. عصر روز سه‌شنبه 13 آذر 1397، هیئتی از پارلمان آلبانی به ریاست آقای ادی پالوکا، نایب رئیس پارلمان، با خانم مریم رجوی در آلبانی ملاقات و دیدار کردند. در این ملاقات همچنین 5 تن از نمایندگان پارلمان آلبانی، آقایان ادمون نسباهو، انری هاسا و جمال جونکشی و خانمها گریدا دوما و والنتینا دوکا حضور داشتند. ادی پالوکا، نایب رئیس پارلمان آلبانی، در این دیدار گفت: نه تنها ما در پارلمان، بلکه عموم مردم آلبانی از حضور مجاهدین در اینجا خوشحال هستند. ادمون نسباهو، نماینده پارلمان، گفت: شجاعت و اراده و پایداری شما یک نمونه تاریخی است و به همین خاطر حمایت‌های بین المللی از مقاومت شما هر روز زیادتر شده است. گریدا دوما، نماینده دیگر پارلمان آلبانی، گفت: برای ما افتخار است که به شما خوش آمد بگوییم. ما همه در آلبانی از حضور شما در اینجا حمایت می‌کنیم. به خاطر اینکه شما ارزش‌های آزادی و دموکراسی را نمایندگی می‌کنید. شما ارزش‌های اصیل انسانی در اسلام را احیا کرده و علیه اجبارات مذهبی به پا خواسته اید. والنتینا دوکا در این دیدار گفت: ما از شما به خاطر تمامی کارهایی که برای آزادی ایران و به خصوص حقوق زنان کرده اید متشکریم. اندری هاسا با اشاره به اینکه ما همیشه اخبار ایران و قیام‌ها را دنبال می‌کنیم تأکید کرد: ما به طور فعال از جنبش شما حمایت می‌کنیم. جمال جونکشی، نماینده دیگر پارلمان، گفت: من و همکارانم از شما حمایت می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که در هدف نهایتان که آزادی ایران است پیروز شوید. خانم رجوی ضمن خوشامدگویی به هیئت پارلمان آلبانی و قدردانی از استقبال یک پارچه نمایندگان پارلمان آلبانی از حزب حاکم و احزاب اپوزیسیون از سازمان مجاهدین خلق ایران گفت: تظاهرات‌ها و اعتراضات اقشار مختلف مردم ایران ادامه داشته و گسترش پیدا می‌کند. با اینکه ایران کشور ثروتمندی است، اما اکنون اکثر مردم ایران زیر خط فقر هستند. بیکاری و تورم و فساد بیداد می کند و مردم برای پایان دادن به این وضعیت و کسب آزادی مصمم هستند. خانم رجوی ضمن تشکر از حمایت نمایندگان و رهبران پارلمان آلبانی، آرزو کرد که به زودی با پیروزی مردم و مقاومت ایران، منطقه و جهان از شر جنگ افروزی و تروریسم آخوندها نجات یابد و فصل تازه‌ای در روابط ایران و آلبانی آغاز شود.
اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد، اهواز، 14 آذر 97. کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز چهارشنبه 14 آذر 26 روز اعتصاب و تظاهرات خود را از مقابل مراکز دولتی آغاز کردند. کارگران شجاع با عبور از پل سفید و خیابان نادری وارد بازار سرپوشیده اهواز شدند و علیه سران دزد و غارتگر رژیم شعار سر دادند. کارگران معترض در مسیر خود در مقابل بانک صادرات و همچنین مسجدی که به نام آخوند جنایتکار جزایری نامگذاری شده توقف کردند و نماینده آنان طی سخنانی گفت: Oh, God.
23 همیاری با سیمای آزادی، همبستگی ملی برای قیام و آزادی مردم ایران. در 23 گلریزان همیاری از طرف کانون شورشی 313 اصفهان به همه شما درود می‌فرستم. با این وضعیتی که رژیم برای ما درست کرده، ما در وضعیت خیلی بد اقتصادی و معیشتی قرار گرفتیم. تعهد میدیم با افزایش فعالیت‌ها آسایش و آرامش را از این آخوندهای جنایتکار سلب کنیم و ریشه‌کنشون کنیم. از همه ایرانیانی که توان کمک مالی دارند درخواست میکنیم که کمک کنند. من هم متعهد میشم کارها و فعالیت هامون را در اصفهان گسترش بدیم. من درود میفرستم به شیر همیشه بیدار، مسعود رجوی، برادر عزیزم و خواهر عزیزتر از جانم، مریم رهایی. من این فیلمو میگیرم برای همیاری سیمای آزادی. در اون چی که در توان دارم برای رهایی مردم ایران که یکیش خودم هستم میذارم، چیزی که در توان ندارم ولی شعار نویسی در ایران رو تقبل میکنم برای سیمای آزادی. امیدوارم روزی باشه که بتونیم قدماتون رو گلبارون کنیم، زیر پاهاتون جونمون رو براتون فدا میکنیم. شما میدونید که ما در فقر و بیچارگی به سر میبریم. من خودم یک دست فروش بیشتر نیستم، بیشتر از این توان ندارم، وگرنه از نظر مالی خیلی بیشتر از اینا جونم هم فدا میکردم. از نظر مالی که اصلا ارزشی نداره. من خیلی دوستتون دارم، همه بچه های مجاهد قربان شما. کانون شورشی بوران نجفی از ایران میدون وصول. مبلغ ناچیزیه ولی من پرست دارم. من فقط 60,000 کرون میخواستم کمک کنم و بگم که دوباره به قول معروف وفاداری خودم رو به سازمان، به مسعود، به مریم و به تمام بچه های هوادار و به اصطلاح فرمانده های عزیزم کانون شورشی در ایران اعلام میکنم و همیشه پشتیبانشون خواهم بود. من دیدم که واقعا یک وحدت ملی هستش که نسبت به سالهای گذشته خیلی خیلی بیشتر شده از دیر سالا. من امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من هستش که میتونم با خواهر گرامی از اشرف 3 ارتباط برقرار کنم و دست مریضات بگم به تمام اشرفیان که در اشرف 3 هستند. آرزو دارم که شما هجرت بزرگتون رو از اشرف 3 در آلبانی به اشرف 4 در ایران انجام دهید. طی 14 سال پایداری در اشرف و لیبرتی، صدای شما و پایداری شما و مقاومت شما باعث شد که به این نقطه اوج برسیم. به همین دلیل شما مایه افتخار و شرف همه ما و خلق قهرمانمون هستین. درود خدا و خلق قهرمان بر شما باد. درود به کانون‌های شورشی، این قهرمانانی که در ایران همراه با مجاهدین ریش و ریشه آخوندی رو قرار است که به زودی برکنن. من امروز افتخار میکنم که از طرف جمع بزرگی از حامیان مقاومت که از طریق بنیاد دکتر ماندان به سیمای آزادی کمک کردن، کمک های اونا رو اعلام بکنم. امروز روزیه که ما میتونیم پشتیبان اینا باشیم، روزیه که میتونیم سهمی داشته باشیم در مبارزه مردم ایران. اول از همه میخواستم به رهبر مقاومت بردم مسعود سلام کنم. پیام آماده باشه تو شنیدم و حاضر میگم و
با سلام به خواهر مریم که با رهبریشون این مقاومت رو تا اینجا رسونده. ای آتش پرتوان و جاوید، ای قاصد گندم و گل و نور، سی مرغ وطن که خیزش تو پایان شب است و نظم شب کور، ای قلب شرار وار و کوبان در سینه خلق زنده در گور، ایران ستور گردد آزاد، زنجیر چوبک سلط زبنیاد. به برادرم پیام میدم، برادر ما پیام تو رو شنیدیم، فرمان آماده باش دادی، ما هم از اینجا میگیم حاضر 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 حاضر. ضمناً از همینجا به پیام شیر همیشه بیدار، فرمانده و رهبر مقاومت مسعود رجوی میگم حاضر حاضر حاضر. امیدوارم که هرچی زودتر ما بتونیم جشنمون رو تو ایران بگیریم و نابودی این رژیم دشخیم رو به چشامون هرچی سریع‌تر ببینیم. از فولاد اهواز، چون خودم اهوازی هستم، خاطرات زیادی دارم. در سال 57 در کنارشون بودم، در تظاهراتشون در چاره آبادان. در سالهای بعد هنگام جمع‌آوری کمک مالی از کارگرای قهرمان من کمک مالی می‌گرفتم. فقط خواستم به اون کارگرا بگم که ما صدای شما هستیم، برادر کارگر، برادر عزیز کارگر گروه ملی صنایع فولاد کریم سیاحی، در حالی که در خیابان نادری بر بازویت میکوبیدی، من صدای تو را شنیدم. اون موقع فریاد زدی، گفتی آیا کسی هست که ما را یاری کند؟ میگویم بله کریم جان، من هستم. در یک کلام، رژیم راه برون رفتی نداره. اگر سرکوب کمترین عقب نشینی بکنه، که خب خیلی مشخصه که تار و پود رژیم توسط قیام مردم و کانونهای شورشی برباد خواهد رفت. این از وضعیت رژیم. اما اگر بخوام وضعیت مقاومت رو بگم، طبعا که میشه از وجوه مختلف، شکوفایی اجتماعی، سیاسی و جنبه‌های مختلف ارزیابی خیلی جامعی از وضعیت مقاومت داد، که طبعا در این برنامه جای همچین گفتگویی نیست و من فقط به اختصار میتونم بگم که فی‌الواقع که مقاومت ما در اوج شکوفایی سیاسی و اجتماعی خودش قرار داره. انشاءالله که همه دارایی های این مقاومت که سرمایه خلق ما هست، در پیوند با مردممون آزادی رو برای مردم به ارمغان میاره و به ثمر نهاییش میرسه. من خواستم کمک خودم را به مبلغ 60 هزار یورو اعلام کنم. من از خداوند میخوام که پشت پناه فرزندان دلیرم، قانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش که در مرحله آماده باش و سرنگونی هستند باشه، با آنها را در انجام رسالتشان موفق گردانه. مادر ناصری عزیز، دستبوس شما هستم، خدا حفظتون کنه، آرزوی سلامتی براتون دارم، دست شما درد نکنه، به خصوص که از کانونهای شورشی و از کسانی که در داخل کشور تحت فشار و سرکوب رژیم فعالیت میکنن، دعای خودتون رو، تشویق خودتون رو نثار اونها کردین. سپاسگزاریم از کمک ارزندتون. دستبوس شما هستیم، قربان شما و شب شما بخیر. زنان و مردان و جوانانی که تشنه آزادی و رهایی میهن در زنجیر هستند، توسط سیمای آزادی است که با یگان نیروی سازمان یافته انقلابی و پویایی که بیش از 50 سال بی محابا و بی چشم داشت بر علیه دو دیکتاتوری شاه و شیخ قیام کردند آشنا می شوند. همان نیروی بیبدیلی که در طی سخت‌ترین مبارزه آزادی خواهانه معاصر ایران با شقی‌ترین جلاد قرن، در عین مبارزه توانایی بی همتای خود را در سازندگی و احیاء ملأ پیرامون خود به منصه ظهور رساندند
و کماکان نیز میرسانند با ذکر سه نمونه بی نظیر. یک، بیابانهای برهوت و تفدیده دیاری عراق را به شهری تبدیل نمودند که اروپایی ها و آمریکایی هایی که از آنجا دیدن کردند متحیر و متعجب می شدند، ضمن این که خدمات بهداشتی و آبرسانی و غیره را از ساکنان بومی پیرامون خود دریغ نمی کردند. دو، لیبرتی را علی‌رغم تمام محدودیت ها از سنگستان به گلستان تبدیل نمودند. سه، و اینک اشرف سه که اگر من و امثال من وصف آن را می شنویم، شما هموطنان آزاده به برکت وجود سیمای آزادی گوشه های از توانایی های فرزندان مجاهدتان در احیا و آبادی محیط خیش را آن هم کمتر از یک سال نظاره می کنید. و این گونه اعمال فقط از کسانی برمی آید که عشق و امید و خواستن و توانستن را در مکتب مسعود و مریم با جان و دل آموخته باشند. زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند، آذر 97. میخواستم از کمک خودم که 150,000 دلار هست با خانوادم اعلام بکنم و همچنین 50,000 دلار از طرف یار صدیق محمد اکبر آقای فلوریدا اعلام بکنم که از من خواستن این افتخار رو به من دارن اعلام بکنم. مبلغ 200,000 دلار خدمت سیما آزاری تقدیم. من در همیاری گذشته خودم و خانوادم تقبل کرده بودیم که 50,000 یورو به عهده بگیریم. خوشبختم و مفتخرم که تونستیم این رو به عهده بگیریم و حتی کمی بیشتر، و چون نیاز این مقامت امسال حتما خیلی بیشتر از سالهای پیش هست، سال گذشته هست، من و خانوادم تصمیم گرفتیم که این رقم رو ضرب در سه بکنیم و تقبل کنیم که مبلغ 150,000 یورو در واقع تهیه بکنیم. من مبلغ ناچیز 50,000 کرون رو تقدیم سیما آزادی میکنم و همزمان با حاضر گفتن به 11th پیام فرمانده کبیر ارتش آزادی بخش جان جانان برادر مسعود از شما تقاضا میکنم که اسم من آن به عنوان همیار و کمک کننده ناچیز سیما آزادی تا سرنگونی آخوندهای پلید و ضد ایرانی بنویسید. تنها چیزی که میتونم بگم، قریب 40 سال تحمل و بردباری و ستیزتان با رژیم خانمانسوز خمینی است که ما را امیدوار و پا بر جا نگه داشته و می‌دارد. این مقاومت در رابطه تنگاتنگ و دینامیک با قیام داخل هست. فعالیت های مقاومت در رابطه با اون چی که جنبش و قیام در داخل نیاز داره تعیین میشه. من متعهد میشم که مبلغ 250,000 دلار رو بتونم کمک کنم به این مقاومت و صدای مقاومت. با درود به ملت عزیز ایران و خدا قوت به کارکنان سیمای آزادی، عرضم حضورتون که با این بضاعت اندک کارگری که دارم خدمتون عرضم که اگر لایق بدونید مبلغ 50,000 تومان رو کمک میکنم به تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی. امیدوارم که از این بنده کمترین قبول بفرمایید. من چون میخواستم در این همیاری شرکت بکنم، در این گلریزان زیبا شرکت بکنم، این مبلغ رو راستش رو بخواید از هزینه خوراکی بچه‌ام زدم، خوراکی روزانه که براش میگیرم، و واقعا این رو از همین قبل میگم، امیدوارم که از من پذیرا باشه. این مبلغ ما چیز رو اصلا گفتن نداشت. واقعا درود 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 بر شما عزیزم. رهایی مؤسسه رژیم جنایتکار و رسیدن به آزادی در یکی بودن ماست. میخواستم آمادگی خود را برای لبیک به پیام برادر مسعود اعلام نمایم و از همینجا اعلام نمایم که برادر
حاضر. میخواستم بگم که عمو مسعود عزیز، ما پیام شما رو گرفتیم، پیام آماده باشو و حاضرمونو میگیم. انشاءالله سایه مجاهدین رو همیشه مستر مردم ایران نگه داره، چون که فقط شما هستید که، شما مجاهدین هستید که فکر مردم ایران بودید. 40 سال 50 سال مبارزه، هیچ چیزی غیر از آزادی مردم ایران نخواستید. از شما ممنون و سپاسگزاریم، من و دوستان، که به ما همین فرصت رو دادین که در این رزم همراه بشیم برای تداوم روشنگری تیمای آزادی. همیاری بیفه یک کهکشان بزرگ دیگر است. یاری رساندن به سیمای آزادی یک وظیفه ملی است. درود بر خواهر مریم و درود بر برادر مسعود. من 500 یورو کمک میکنم به سیمای آزادی و از طرف یکی از دوستانمون اینجا به اسم داریوش 100 یورو. پیروزی خیلی خیلی نزدیکه. واقعا هر روز ما این احساس میکنیم از طریق همین سیمای آزادی. صبح آزادی نزدیک است و این رژیم ضد بشری به دست مردم ایران و ارتش آزادی و کانونهای شورشی سرنگون خواهد شد. 23 گلزیدان همیاری در واقع کهکشانی از اراده های حامیان مقاومت برای یاری رسوندن به ندای بهترین رسانه‌ای که دل در گروه آزادی میهن اسیرمون داره. اگر این سیما نبود، اگر این مقاومت نبود، چه بلایی به سر مردم ایران و دنیا می‌آمد. ای کاش صاحب تمام ثروت‌های دنیا بودم و همه رو یک جا تقدیم این مقاومت می‌کردم. این انقلاب صد در صد موفقیتش با شیر زنانی است که یک هم در اشرف و هم در ایران واقعا مقاومت میکنم. امیدوارم که این قضیه قطره‌ای باشه در دریای بیکرانی که مجاهدین دارن ایثار میکنن برای پیروزی هر چه زودتر مقاومت. شما صدای اون محرومین، اون سرکوب شده ها، اون چهار خواب ها، گروه خواب ها، کارگران و خلاص زندانی ها هستید. زنده باد آزادی، مرگ بر اصل بلای اتفاقی و زنده باد ایران. کمک رسانی و حمایت رو از این مشعل فروزان انجام بدید و هیچگاه نگذارید تا پیروزی مشعل خاموش شد. واقعیتش اینه که در مقابل اون خواهری که از ایران نون خشکشون رو به نمایش گذاشتن و شام شبشون رو به سیمای آزادی کمک کردن، دیگه جایی برای ما نمیمونه واقعیتش. برای با کمال شرمندگی و با پذیرفتن تعهد حد اکثر برای دوران آماده باش و سرنگونی، اجازه بدید که من هم مبلغی و تقدیم سیمای آزادی و مجاهدین میکنم. خودم میگویم حاضر برای نابودی این رژیم زدمنش. و واقعا که پرچم بالاست. احسن. این پرچم که حتما در بالاترین قله های جهان دیگه باید برافراشته کرد. پرچم خودکفایی، استقلال مالی، فقط متعلق به سیمای آزادی و سازمان پر افتخار مجاهدینه. چون سیمای رسانه معمولی نیست، رسانه ای است که در جنگ دائم با رسانه های وابسته به این رژیم دجال، چه در داخل چه خارج، همچنین رسانه های استعماری و مماشاتگر. احسنت. به اینو میدیم به کلی کسایی که از ایران زنگ زدن گفتن ما پولی نداریم، واقعا تک تکش مال همه است. برای همه دریافت هایی که از این مقاومت داریم، یعنی برای همه ارزش های انسانی که ما در این مقاومت فرا میگیریم و با اونها اونس و خون میگیریم و خودمون هم به حد توان میتونیم منادیان این ارزش ها باشیم، برای همه این دریافت ها این گلریزان هستش که یک فرصت پرداخت به ما میده و ما باید این فرصت پرداخت رو به دیدگان بذاریم و از شما تشکر بکنیم.
$25,000 را به سیمای آزادی به این صدای سرکوب شدگان تقدیم میکنم. و از اینجا دستای گرم زنان کانون‌های شورشی در کشور عزیزمون ایران رو بفشارم و به اونها هزاران درود میفرستم. واقعیتش اینه که این همیاری واقعا همیاری قیام سرنگونی بود و سمبل پیوند خلق با پیشتازانش که داره میده که این یاوه و کلیشه استعماری ارتجایی که میگه عدم پایگاه اجتماعی مجاهدین رو همیشه داره تکرار میکنه رو دود کنه و به هوا بفرسته. خوشحالم که افتخار این نصیبم شده که همیاری این دوست از ایران رو اعلام کنم که این مبلغ 30 میلیون تومان در واقع از پدر و مادرشون به ایشون به ارث رسیده و اون رو تقدیم این گریزان میکنن. تمام کسایی که جونشون رو کفته ازشون گذاشتن در راه آزادی میهن فداکاری ها دارن میکنن. این از خود گذاشته بود ده ها هزار شهید و پشت دارن. چی کرده این کارو؟ برای چی کردن؟ برای خودشون که نکردن، برای جیبشون که نکردن، برای ایران کردن، برای وطنشون کردن، برای مردم میهنشون کردن. برای هر چه زودتر سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی. حاضر. با سلام، خبرهای این ساعت را ادامه می دهیم. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا درباره گفتگوهایش با مقامهای کشورهای اتحادیه اروپا با اشاره به توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی مقاومت در پاریس گفت: فکر می کنم با توجه به برنامه موشکی گسترش یابنده رژیم ایران، توطئه بمبگذاری در پاریس و توطئه سوء قصد در دانمارک درک فزاینده‌ای در میان کشورهای اروپایی وجود دارد. اروپایی‌ها به طور فزاینده‌ای درک می‌کنند که باید به این تهدیدات که خارج از توافقنامه اتمی است بپردازند. وی افزود به مدت 12 سال شورای امنیت به اشکال مختلف گفته است که رژیم ایران باید آزمایش و تکثیر موشک‌های بالستیک را متوقف کند. این یک اجماع جهانی است. برایان هوک در سخنانش بر لزوم تن دادن رژیم به مفاد 12 ماده‌ای ارائه شده توسط وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد و با رد تهدید آخوند روحانی به بستن تنگه هرمز گفت: جمهوری اسلامی تنگه هرمز را کنترل نمی کند. این تنگه یک آبراه بین المللی است. برایان هوک همچنین در مصاحبه با رویترز کشورهای اروپایی را به اعمال تحریم علیه رژیم آخوندی به خاطر برنامه موشکی آن فراخواند. وی گفت: ما مایلیم شاهد باشیم که اتحادیه اروپا با تصویب تحریم‌هایی اشخاص و نهادهایی که از آزمایش و تکثیر موشکی رژیم ایران پشتیبانی می‌کنند لیست گذاری کند. رویترز گزارش داد برایان هوک گفت که آزمایش‌های موشکی رژیم ایران قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض می کند. رویترز افزود دیپلمات ها گفتند وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک تغییر سیاست روز 19 نوامبر 28 آبان حمایت محتاطانه خود را از تحریم های احتمالی جدید علیه رژیم ایران بعد از توطئه های حملات در فرانسه و دانمارک ابراز کردند. به دنبال برگزاری اجلاس شورای امنیت درباره آزمایش جدید موشکی رژیم، فرانسوا دولاتر سفیر فرانسه به خبرنگاران گفت: ما همراه با انگلستان خواهان برگزاری این جلسه درباره پرتاب موشک بالستیک توسط رژیم ایران در اول دسامبر 10 آذر ماه شده بودیم. این جلسه مهم، ضروری و مفید بود. دولاتر تأکید کرد فرانسه این پرتاب موشک را محکوم کرده است. ما تأکید می‌کنیم که برنامه موشک بالستیک رژیم ایران و پرتاب این موشک بالستیک میان برد با قطعنامه 2231 شورای امنیت ناسازگار است. به همین دلیل فرانسه رژیم ایران را فرا می‌خواند تا فوراً هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک را که برای حمل تسلیحات اتمی طراحی شده
از جمله پرتاب‌هایی که در آن تکنولوژی موشک بالستیک استفاده می‌شود متوقف کند. ما این موضوع را با دقت بسیار پیگیری خواهیم کرد. سفیر انگلستان نیز درباره جلسه شورای امنیت گفت: ما شاهد ابراز نگرانی‌های بسیاری درباره آزمایش موشکی رژیم ایران در اول دسامبر بودیم. این بخشی از فعالیت بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه است. نوع موشکی که رژیم ایران در دهم آذر ماه آزمایش کرد، بسا فراتر از نیازمندی‌های دفاعی است. جرمی هانت وزیر خارجه انگلستان نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه صادر کرد نوشت: ما از شورای امنیت ملل متحد خواسته ایم که تضمین کند رژیم ایران این فعالیت‌ها را که مخالف تدابیر کلیدی این شوراست متوقف کند و اینکه رژیم ایران و همه اعضا به طور کامل از قطعنامه‌هایی که توسعه تکنولوژی موشکی را به و از ایران منع می‌کنند تبعیت کنند. رژیم ایران باید این اعمال بی‌ثبات کننده و تحریک‌آمیز را متوقف کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد ضمن استقبال از درخواست فرانسه و انگلستان برای برگزاری جلسه شورای امنیت درباره پرتاب موشک رژیم گفت: تازه ترین آزمایش موشک بالستیک رژیم ایران خطرناک و نگران کننده است. ایالات متحده مکررن به جهان نسبت به تلاش‌های آگاهانه رژیم ایران برای بی‌ثبات کردن خاورمیانه و به چالش کشیدن نرم‌های بین‌المللی هشدار داده است. میکیلی تأکید کرد جامعه جهانی نمی‌تواند هر بار که رژیم ایران به نحوی فاحش قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده می‌گیرد، چشمان خود را بر روی آن ببندد. اگر شورای امنیت نسبت به حسابرسی از رژیم ایران و اعمال قطعنامه‌های ما جدی است، پس دست کم باید قادر باشیم این آزمایش موشکی تحریک‌آمیز را با اجماع محکوم کنیم. همچنین سفیر هلند در ملل متحد گفت: این فعالیت‌های مربوط به موشک بالستیک رژیم ایران با برجام ناسازگار است. ما در نگرانی‌ها نسبت به برنامه موشک بالستیک رژیم ایران از جمله تازه‌ترین آزمایش‌های موشکی اشتراک نظر داریم. به ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. در پی بحران در رأس نظام در وحشت از خیزش‌های مردمی 18 تن از اعضای مجلس ارتجاء از استان اصفهان به طور جمعی استعفا دادند. عضو مجلس رژیم از استان اصفهان گفت نامه استعفای جمعی نمایندگان اصفهان روز چهارشنبه به هیئت رئیسه تحویل داده شده و دلیل این استعفاها حذف پروژه آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده و عدم تأمین آب شرب برای چند میلیون اهالی این استان و احیا نکردن زاینده رود است. کشاورزان استان اصفهان بیش از دو ماه است که در اعتراض به نداشتن آب و موضوع حقابه در تحسن به سر می‌برند. در جلسه یه روز چهارشنبه مجلس آخوندی، بحران بر سر تن دادن رژیم به کنوانسیون ضد تأمین مالی تروریسم CFT ادامه یافت. این جلسه با خروج شماری از مخالفان کنوانسیون مربوطه متشنج شد و هرچند کار به توقف جلسه نکشید، اما به علت اینکه ایرادات 22 گانه شورای نگهبان برطرف نشد، تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردید. به این ترتیب در حال حاضر 3 لایحه مربوط به پیوستن به FATF در این مجمع در دست بررسی قرار دارد. تامین نشدن خواسته های شورای نگهبان در حالی است که اعضای کمیسیون امنیت مجلس رژیم بندهای مربوط به کمک های مالی به تروریسم را دستکاری کرده و شروطی را مطابق منافع حکومت آخوندی تغییر دادند. بخشهایی از اظهار نظرها در جلسه متشنج مجلس ارتجاء از نظرتان می‌گذرد. دستور بعدی آقای رئیس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابل تأمین مالی تروریسم است که ایرادات شورای نگهبان را کمیسیون برطرف کرده. شروط: 1.
مفاد کنوانسیون در مورد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم و رایع نمی باشد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء بند یک ماده دوی کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده 6 کنوانسیون نمیتواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید. حل اختلاف موضوعی بند 1 ماده 24 در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم و رایع نمی باشد. دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلاف به مصلحت باشد با رعایت قوانین مقررات داخلی اقدام نماید. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست. دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند 4 ماده 11 کنوانسیون موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مسبب خود عمل خواهد کرد. آقای ظریف هر اون روز تشریف آوردن اینجا، من چند بار ازشون خواهش کردم، رفتم جلو گفتم آقای دکتر ظریف جناب عالی این بیانیه آخری که FATF صادر کرده خب بخونید یه بار توضیح بدید. این به هر چه ما اینجا شرط آوردیم متاسفانه به معنی که ما این شرط اینجا می‌نویسیم گروه FATF میاد اعلام میکنه که اینا وافی به مقصود نیست. یکی دغدغه اینه که اگر ما این قرار داده امضا کنیم دیگه نمیتونیم به نیروهای مقاومت منطقه کمک کنیم. دو این عقد قرار داد باعث خود تحریمی میشه. بحث تروریسم میبینن آمریکا با ما اختلاف نظر داره، اختلاف نظری هم هست که اگر آقای ترامپ 4 تا کلمه حرف میزنه 3 تاش مال ایرانه. همه کاره دنیا امروز او هست. دیدیم در برجام ایشون وقتی مخالفت کرد همه رفتن بیرون. اروپا هم الان نزدیک چند ماه ما رو وعده میده. آقای روحانی گفتن چند هفته، الان ببینه چند ماه شده. بنابراین قابل اعتماد نیستن. ما چه کار باید بکنیم؟ در جلسه مجلس آخوندی علاوه بر تلاش لاریجانی که با یادآوری حرف‌های دو پهلوی خامنه‌ای بار دیگر تلاش کرد لوایح را از تصویب بگذراند، پزشکیان نایب رئیس مجلس رژیم از باند روحانی بر لزوم تصویب لوایح تاکید کرد و برزگر نماینده دیگر این باند نیز گفت امروز مجلس در پیچ تاریخی قرار گرفته و نمایندگان می‌توانند با تصمیم خودشان نظام را از خود تحریمی نجات بدهند. این که ادعا بکنیم با این حرفا بیاییم بعد جبر طوری بکنیم آقا اینا ترسیدن، این حرفا در مجلس واقعا مسخره است. از نظر بعدی روندی رو که ما اینجا اجرا میکنیم میخواییم کاری بکنیم که این مملکت هیچ تاجری نتونه تجارت کنه، هیچ صنعتگری نتونه سر هیچ پولی رو نتونیم معامله بکنیم. این چه ربطی به این بحثا داره که آقا اینا ترسیدن؟ ترسو کسانی هستند که ندانسته و ناآگاهانه دارن فریاد میکشن. نادیم بنده با قدرت رأی میدم، هر کسی هم تایید میکنه. بذار اگر مشکل به وجود اومد مردم بدونن که چه کسی این وضعیت اقتصادی رو براشون ایجاد کرده. متشکرم. خب اگه اجازه بدید کمیسیون هم نظرشو بده. کمیسیون کمیسیون نظران تنایب رئیسی داری ببرمه آقای پزشکی ها من تنایب رئیسی هم بهانه که در انجام میدم میگم ما عضو این سی اف تی نیستیم، وارد این کنوانسیون ها نشده ایم. این در واقع با تصویب نکردن این موضوع میریم به سمت خود تحریمی، دقیقا در مسیری بازی میکنیم که دشمن خودش میخواهد و با تصویب سی اف تی در واقع بهانه از دشمن گرفتیم و امروز مجلس در پیچ تاریخی قرار گرفته است. نمایندگان میتوانند با تصمیم خودشون ایران را از این خود تحریمی نجات بدهند. آخوند روحانی یک روز قبل از جلسه مجلس رژیم درباره لوایح FATF
در سمنان بر نیاز حکومت آخوندی به تصویب این لوایح تاکید کرد و در پاسخ به باند رقیب گفت: ما میگید که ما امروز FATF رو چرا بپذیریم؟ اولا که ما بحث FATF فعلا نداریم تو این مرحله. اون چه ما داریم 4 لایحه است که در مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی، بخش مالی تروریسم، دولت تقدیم مجلس کرده. فعلا ما بحث FATF نداریم. جنجال بیخودی در کشور سر موضوعی که اساس نداره اجازه ندیم به راه بیفته، همدیگر رو تضعیف نکنیم. 4 لایحه است، ما باید با پولشویی مبارزه کنیم. پولشویی وجود داره، نه ایران، همه جای دنیا وجود داره. همیهنان گرامی، اخبار این ساعتمون با پخش عناوین خبرها به پایان میرسه. شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.